سلام وقتتون بخیر. سلام علیکم. خدا قوت. خیلی ممنون. حالتون خوبه؟ سلامت باشه. جای پیمان امیرزاده. بله بفرمایید. خوبه امیرزاده؟ خیلی ممنون. من از پلیس اطلاعات مزاحم شما میشم. پلیس اطلاعات 13 اطلاعات کرمان، نه کلانتری 13، نه پلیس اطلاعات کرمان مزاحم شما میشم. خوبه امیرزاده؟ من چند از پیش از این با عرضم بزرگتون بابای شما هم تماس گرفتم، با ایشون هم صحبت کردم. خب تجمعی که دیشب صورت گرفته در 12 نفر یار سر میدان کوثر بودن، گزارش و مدارک و مستنداتی که هست، خب متاسفانه یا خوشبختانه اومدن شما رو به عنوان یکی از عاملین اصلی شکل‌گیری تجمع اعلام کردند. تجمع قبلا اینکه مریم شکل گرفته بود، ولی من اومدم حرفای حق بزدم. خب بله، بعد نهایتا ارزم بزرگ و همکارا دارن مجموعه انتظامی، مجموعه اطلاعاتی با از اتالی صحبت کردن. بله. حالا هم جعفری امینی‌زاده دوستان دیگه با شما صحبت کردن که اگر قرار بود حرف شما به جایی برسه که رسیده قطعا دیگه تمامش کنین، دیگه جمع بشه برین، که حالا دارن دیگه حرکت شده یعنی به سمت اون طرف میدون آزادگان و همکارا به قول معروف ورود کردند و بله لاپایی دادن، میخواستن منو بزنن زمین، اومد از ناموس ملت هول دادن. بله نه به جاره بدین من صحبتم تمامش، صحبت شما رو گوش میکنم. بعد ازم بزرگ تو خب در مسیر برگشت شما رو دوباره به سمت اولیه برمیگردوندن، حالا با یه هیاهو و سر و صدا اتفاقا که منو بزنن و بکشن ببرن، فکر کنم خانوما گفتن نه، من خواستم حتی با رئیسشون صحبت کنم. بله نه بذارین من برم با این صحبت کنم ببینم چی میگه، دیگه خانوما نذاشتن دست منو کسی نه. درسته، حالا نهایتاً همون لحظه شما تقاضا میکنین که آقا ملت شما مرد نیستین، بیاین وایسین، حالا دیگه خوشبختانه هم دیگه میگه. خب حرفای دیگه هم نگفتین که گفتم من سه تا خواهر دارم، اونا میرن تهران و میانی، حادثه ممکن بوده برای خواهر من اتفاق بیفته. حالا نگاه کنم زدم غیر از اون تجربه ارزم بزرگ تو خود تصاویری که اونجا منتشر شده، تصاویری که گرفته شده، حالا هم از حضور مأموری از هم از حضور در 12 نفر، خب متأسفانه تو شبکه‌های اجتماعی پخش شده. ما لحظات آخرن که دیشب دیگه حالا نایتام بود که یکی دیگه کسی فرستاده به ما ربطی نداره، ما یه صحبتی داشتیم اومدیم صحبتمون رو زدیم و نمیدونم دیگه حالا کی میخواد فیلم بگیره، خدا خیرشون بده. حقیقت دیگه ما مشکلی نداریم. مشکلی بعد از اون بود تو آخر بارن که تجمع تمام شده متفرق شده، شما دوباره دعوت کردین که امروز سر میدان حضور داشته باشین، سر میدان کوثر اون طرف میدان حضور داشته باشین، تجمع رو ادامه بدین. این همه این موارد منعکس شده به مرجع قضایی، مرجع قضایی دعوت دستور دعوت و احضار شما رو دادن به مرجع. من قبل اون که این موضوع رو شما بگم با عبوی شما صحبت کردم، رو شناختی که باور نمی‌کردم نه رو شناختی که رو عبوی شما داشتن، رو جایگاه اجتماعی خانوادگی که جناب عالی و عبوی داشتن، ما اینا مطرح کردم که اگر صلاح بدونن عبوی به اتفاق شما فردا تشریف بیارن اداره، این یه موضوع. موضوع دوم خب فراخوان‌های متاسفانه در اثر همون اقدام دیشب مجدداً امروز در سطح داره منتشر میشه تو شبکه‌های اجتماعی که امروز هم دوباره ساعت 5-6 من خوشحالم حضور داشته باشم تو میدان کوثر. من خوشحالم، من مشکلی ندارم. بله حالا ببینید جناب امیرزاده، من وظیفم بود همه این واقعا مثل حرف من مرد بودن، همه میرفتن بیرون یه بار کلکش میکندن، شهرشون از سر ما میکندن. بله مشکلی نیست، ولی من یکی تا پا جونم هستم. بله صدایم شما، من میخوام سرت درد بیارم یا سر درنم تمومش کنم، یا میخوام صحبت کنیم؟ بله من میخوام صحبتم این هست که به عنوان یه دوست و به عنوان یه برادر اگر ما قابل شما نیستی، وگرنه منو تعدید نمیکردی، زمین میزدی میگفتی دمت گرم، تو یه مردی هستی که دیشب اومدی اونجا سرصدا کردی به خاطر یه نفر که کشته شده و خواهر خودت، ممکنه من خواهرم همون 3-4 روز همونجا بوده، اگه خواهر منو میگرفتن میکشتن او برادر بدبختش شرمنده کردین به خاطر اینکه منو کدوم پفیوزی زده بدبخت کشته، از دست برادرش گرفتین بردینش، او برادر تا آخر عمر چی باید بکشه؟ بله شما خیال کردی معروف خرن یا خیال کردی من خرم زنی میزنی من تهدید کنی؟ به قرآن میام با قدرت بیشتر، من خوشحالم میشم، تو برو اینو به هر خری هم میخوای بگی بگو، انشالله موفق باشی، سلامت باشی، من امشب میبینم اتون اونجا. متشکرم ممنون، خدا حافظ.